بیننده عزیزی نوشتن که بعضی عالم ها در مسجد می رقصند، آیا این جواز دارد یا ندارد؟ الله مستعان. بعضی از این صوفیایی که می بینیم در مساجد مراسمی رو برگزار می کنن و خلاصه می رقصن و بعد میگن که این ذکر است و فلان است. این الله سبحانه و تعالی در سوره جن می فرماید که و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، مساجد از آن الله است، با الله هیچ کس را نخواهید. اگر تو در مسجد با پیرت اونجا وارد میشی و به دور پیرت میرخصی، دست او رو میپوسی، به او سجده میکنی و او رو تعظیم میکنی، این دقیقا برعکس فرموده الله که در آیه 18 سوره جن میفرماید که ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، مسجد فقط برای عبادت است، برای نماز خواندن است، برای ذکر الله متعال است، ذکری که طبق فرموده الله و فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. کسی که عملی رو به عنوان ذکر انجام میداد که در قرآن نیست، در سنت نیست، این بدعت است. این حلقات ذکری که اینها درست میکنن، یک نفر وسط میشینه پیرشون و بعد میان دستشو میبوسن و میرقصن، اینها اعمال غیر اسلامی است، غیر قرآنی است، غیر نبوی است. نه رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کردن، نه صحابه همچین کاری رو انجام دادن، نه تابعین انجام دادن، نه ائمه مذاهب اربعه انجام دادن. اینها یک بدعت هایی است که انسان های شیادی به وجود آوردن و هدفشان هم خالی کردن جیب مردم است لا غیر. ثانیاً می رقصند، گاهی اوقات طبل و دایره می زنند، دف می زنند در مساجد، گاهی اوقات ببینید که چنان یاهوی می دازند، چیغ می زنند، عمامش از سرش می افته، لباسش. الله سبحانه و تعالی در سوره حج آیه 32 می فرماید که ذلک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، مسجد یکی از شعائر الله سبحانه و تعالی است. کسی که شعائر الله را تعظیم میکنه و مورد احترام قرار میده، این نشان دهنده تقوای قلبی اوست، یعنی این انسان متقی است، انسان مؤمن واقعی است و این اعمالی که انجام میدهند خلاف عظمت، خلاف کرامت مسجد است. در مسجد فقط انسان ها نماز می خوانن، اعمال دینیشان را در اونجا انجام میدن. بعضی اصلا دیدین از مساجد به عنوان مهمانخانه استفاده می کنن. از مساجد به عنوان مثلا مراسم بدعت هایی که انجام میدن استفاده می کنن که هیچ کدام اینها جایز نیست.